صحبت های کوتاهی که بعد از اجرای سخوبه که داشتین گفتین که تنها درخواست که دارین نیست که دنیا طالبا را به رسمیت نشناسه، اتحادیه اروپا طالبا را به رسمیت نشناسه. چرا روی درخواست تاکید دارین؟ آیا نگرانی دارین که ممکن است طالبا را به رسمیت بشناسه اتحادیه اروپا؟ خب یکی از چیزهایی که یک کمک برای ما شاکینگ بود این بود که در این اخیر کشور نروژ طالبا را دعوت کردن و در اونجا همراهشان مذاکره داشتن. واقعا برای خیلی های ما جالب بود و مطمئن نیستم که چرا از یک کار صورت گرفت، به خاطر که طالبا باید فراموش نکنن اون طالبایی هست که میلیون ها افغان توسط انفجار در افغانستان در این سالها از بین بردن، کشتن، کریمینال هستن و حتی صحبت با طالبا به نظر من کاملا یک چیز غلط است. میالا مردم افغانستان مخصوصا قشر زنا کاملا بندی های طالبا هستن، اجازه صحبت ندارن، اجازه کار ندارن، اجازه درس ندارن، اجازه نفس کشیدن ندارن و صحبت با همچو یک گروه کاملا به نظر من غیر قابل قبول بر ما مردم است و بر رسمیت شناختنشان همچنان. اگر بر رسمیت نشناسن دنیا نگران میلیون ها انسان گرسنه از جمله میلیون ها زنه که خودشان و فرزندانشان گرسنه هستن، چی کار باید صورت بگیره؟ به نظرتان رای حل چیست؟ به نظر من رای حل همیست که یک رای پیدا کنن که مردم بتونن کمک کنن. ضرور نیست که از طریق مذاکره با طالبای کار انجام شود. من مطمئن هستم که خود طالبان امیال بدون پول و بدون حمایت دیگه هیچ کدام پیشرفت نمیتونن داشته باشن و ما مجبور هستن به هر صورتش که کمک کمیونیتی انترنشنال یا جهانی را قبول بکنن. به نظر من اینا میتونن کمک های خود به مردم برسانن، ولی مذاکره با طالب و صلح کردن با طالب و قبول کردن از اونا من حیث یک دولت کاملا اشتباه است. نشست روزهای موسوم و در حد روزهای زنان افغانستان که پارلمان اتحادیه اروپا از دیروز شروع کرد برگزار کرد، امروز هم ادامه داره، خودتم صحبت سخنرانی داشتی، چقدر واقعا مفید است در وضعیتی که هستیم، وضعیتی که زنان در افغانستان دارن، محدودیت هایی که مواجه هستن، حقوقشان آنطور که ادعا میشه به شدت نقض میشه، این نشست ها برای از زنان چی برشون میتونه، چی رای حل برشون؟ در حالاتی که فعلا زنان افغانستان قرار داده دارن، واقعا یگانه راه ما اینمی است که ما سر اینترنشنال کمیونیتی صدا کنیم و از اینا کمک بخوایم که ما رو کمک بکنن و همچون نشست ها، کانفرنس ها واقعا بسیار بسیار رول داره برای اینکه مسیج و پیام زنان افغانستان به گوششان برسه که ای که در افغانستان چی میگذره، زنان چی حالت دارن، وضعیتشان چی رقم است و چیگونگی حالت آیندهشان. من فکر میکنم یگانه امید و آرزوی ما اینمی است که ما اینترنشنال کمیونیتی را سرشان صدا کنیم که ما رو کمک بکنن. از این لحاظ من خوشحال هستم که همچون یک کانفرنس دیروز جا گرفت و آرزوی ما همی است که زیادتر شود در مملکت ها، در مملکت های دیگر یک کمک فوکسشان، توجهشان زیادتر بر افغانستان شود، چرا که واقعا ما لایق از این نبودیم که ما را دنیا تنها بگذاره. حالا که تنها گذاشتن آرزو دارم که فراموش ما نکنن و باید یک راه پیدا شود که زنای افغانستان، مردم افغانستان از چنگ همچو تروریستا خلاص کنن. دیروز خود آهنگ بانوی آتشین در صحنه پارلمان اتحادیه اروپا اجرا کردی که به صورت گسترده نشرم شد، نسبت شد. چرا این آهنگ انتخاب کردی؟ آهنگ‌های زیاد دیگه هم خودت داری، ولی مشخصاً دلیل انتخاب آهنگ چی بود؟ آهنگ بانوی آتش نشین مثل سایر آهنگ‌های دیگه ما، یکی از آهنگ‌هایی است که شعر و یا گفتار بسیار بسیار قوی و مهم داره و من می‌خواستم از طریق این آهنگ آواز زن افغان بلند استفاده کردم تا این آهنگ اجرا بکنم که واقعاً یک ریسپانس و یا جواب بسیار بسیار خوب از او گرفتم. دیروز از اجرا و خوشحال هستم که تونستم بازم یک بار دیگه
زنای افغانستان از این طریق صدایشون رو بلند بکنن. خود طرفدارای زیاده در افغانستان داری ولی تعداد منتقدایتان هم کم نیست. در شبکه های اجتماعی هم دیده میشه منتقدا بیشتر حرفشو نیست که خودت نمیتونی نماینده زنای افغانستان باشی. شیوه زندگیت، شیوه لباس پوشیدنت ارتباط با واقعیت‌های زنای افغانستان نداره به گفته از اونا و اینکه عصبانی و ناراحت هستن که چرا در پلتفرم‌های مختلف به نمایندگی زنای افغانستان شما حضور دارین. پاسختان به این منتقدا چی است؟ اول خو بسیار عادی سر هر کس میتونه منتقدای خود داشته باشه و خوشدارای خود داشته باشه و برای ما هم یک چیز بسیار معمول است، ولی خوشبختی ما در این است که تعداد مردمی که ما را حمایت میکنن بیشترین تعداد است از کسایی که منتقد میکنن و یا ما را خوش ندارن. و یک چیز دیگه میخوام بگویم که اگر خوش داشته باشن یا نداشته باشن، ما 10 سال است که نماینده از افغانستان و از زن افغانستان میکنم. بوده ای تو جایا وقتی که من میرم، اول خواب من بزور نمیرم، من دعوت میشم. شاید در ما، در کارهای ما، در عمل ما یک چیز دیدن که از من دعوت میکنن. و در پالی از او ما یک گفتار در افغانستان داریم، میگن که ما هیچ وقت زنده خوب و مرده بد نداریم. و متاسفانه در کمیونیتی ما اکثرا ما میرم متوجه هستم تا وقتی که کسایی که زنده هستن قدر از روی هیچ کس نمیفهمد، تا وقتی که از دنیا میره باز میگن والا اینی آدم خوب بود. حالا ما خوب و یا بد حد اقل همیشه کوشش کردیم که از پلتفرم خود، از چانسای خود استفاده کرده صدای افغانستان بلند بکنم، درباره افغانستان، درباره مشکلاتش صحبت بکنم. برای ما بسیار آسان است کمی لحظه آرام در خانه خود بشینم و خدا رو شکر کریر موسیقی ما به بسیار خوبی پیش میره. ما پول خود در کنسرت های خود، در برنامه های خود پیدا میکنم، هیچ نوع مشکلات ندارم. ولی ای که ما چانسای خودم میگیرم و از او استفاده کرده درباره افغانستان صحبت میکنم، درباره زن افغانستان، صدای از او زنای بی صدا میشم، ای خودش پیش ما حداقل شخصا بسیار ارزش داره و ما ای کار تا که جان داشته باشم میکنم، به خاطر که وظیفه خود میدانم من از یک زن. در پهلوی از او شما برای ما بگوین که کدام زن اینا در افغانستان تعریف و تمجید میکنن. هر زنی که بیاید نمایندگی از افغانستان کنه در سر از او حتما یک نام پیدا میکنن که این زن این مشکل داره، این زن این مشکل داره. هیچ زن خوب در افغانستان پیدا نمیشه. از این خاطر ما زنها مجبور هستیم که regardless of what they say یا بدون از اینکه چیز میگن به کار خود ادامه بدیم و ما مجبور هستیم که نگذاریم که زنای افغانستان دیگه امیر رقم که سالهاست که بمبارد شدن و زیر پای شده حق و حقوقشان این رقم ادامه بیافته. خودت از کسایی بودی که وقتی کابل سقوط کرد در 15 آگست یک جا با حسیب جان در این روند تخلیه بسیار بی سابقه و عجیب غریبه که صورت گرفت در می روند بیرون شدی، خاطرات تام نشته کردی، آیا با زنهای داخل افغانستان در ارتباط هستی فعلا؟ چی نوع تماس ها داری امرایشان؟ چی درخواست های اونا داشتن از خودت؟ و اینکه مشغول چی کارهایی در حوزه به سبب زندگی شخصیت برای کمک به زنهای افغانستان هستی؟ من به تماس هستم 100% با زنها، به تماس هستم با هنرمنداز یا تر با میزوشنا به تماس هستم که در افغانستان متاسفانه امیال در حالت پنهانی زندگی میکنن و بسیار زندگی برشان تلخ است. و یک کاری که من میکنم، من جزء چندین دانه کنفرانس های بزرگ هستم، کنفرانس های چی میگن زوم و تلفنی و اینا هست از 2-3 کشور مختلف که همگیشان در صدد از این هستن که کمک بکنن به افغانستان، بر زنا، بر هنرمندا، که من یک قسمت از او هستم. همیشه کوشش میکنم وقت خود برشان باتم و تا جایی که چیزایی که در ذهن ما هستم رایشان تقسیم بکنم و امی کاراست که من ادامه میتونم. و طبعا کریر موسیقی ماست، آهنگای جدید ماست، آهنگای اعتراضی ماست که سرشان کار کرده رایستم و بر شکلی که باشم من همیشه کوشش میکنم که در کنار مردم خود باشم، مردم فراموش نمیکنم هیچ وقت و این وظیفه وجدانی و انسانی خود میدانم که ما اینمی لحظه همگی ما به خاطر افغانستان باید صدای خود بلند بکنیم، باید یک جا باشیم، متحد باشیم. امی یک چیزی که ما مردم راستی تکه تکه کرده و هیچ وقت نمیمونه که ما پیش شویم
اینمی مشکل نامتحد بودن ما مردم است. تا وقتی که ما یکی دیگه خود بعد بگوییم که چرا در اینجا رفت، ما باید خوش آیم. اگر یک افغان ما در پارلمان اروپا میره گپ میزنه درباره افغانستان، خوب یا بد از هر چی که از مشکل شخصیش است، همین که درباره مملکت ما گپ میزنه، صدای مردم ما رو بلند میکنه، اینمی باید بر ما کلانترین گپ باشه، برای اینکه مملکت ما توته توته شد. ما دیگه هیچ چیز نداریم، فرهنگ نداریم، کلتور نداریم، زبان ما از دست ما آستاستا رفته رو ایست، موسیقی ما از دست ما رفته، مملکت ما، زنای ما، طفلای ما مکتب نداره، تحصیل نداره، آیندهشان بدبخت شده. تا چی وقت ما یکی دیگه خدا میکوبیم؟ We need to support each other. باید یکی دیگه خدا حمایت بکنیم، باید صدای افغانستان اینمی لحظه بلند بکنیم و از موقع استفاده کنیم تا که افغانستان دوباره